رادیو همراه بفرمایید. سلام، روزتون بخیر. سلام، بفرمایید. من یه سوالی داشتم راجع به خدا و سوالم به این صورته که اون خدایی که تو مذاهب بیان شده که اصلا میگذاریم کنار، راجع به اون اصلا سوالی ندارم. نه سب کنید. بذارید من همینجا روشن بشه. خدایی که در مذاهب صحبت شده، اولا یک، اگر با از دید کمی جامعه شناسی به ادیان نگاه کنید، تعدادشون بسیاره. ما فقط با به دلیل ایرانی بودنمون با یک مجموعه از ادیان به اصطلاح سامی روبرو هستیم که حالا از به یک اعتبار از حضرت ابراهیم شروع میشه و ادامه پیدا میکنه، ولی در بسیاری از نقاط جهان یه مسیرهای دیگری، حتی در افریقا چند شاخه ادیان و یا به هر حال آنچه که میشه به عنوان دین شناختش وجود داشته و داره. حتی فرض کنید در جزایر استرالیا یا برخی از جزایر آسیای جنوب شرقی و یا در هند و چین و اینها. و اگر شما فقط بخواید از پیروان این ادیان هم اکنون در 2 دقیقه یا 5 دقیقه راجع به خدا صحبت کنن، اینقدر تفاوت میبینید که برخی از اوقات به اینجا میرسید اینا راجع به آیا یه موضوع دارن صحبت میکنن یا نمیکنن. بنابراین اینکه شما یک بر اساس آنچه که میدانید اون مجموعه ای که در ذهن ما هست، خب اینو بذاریمش کنار، من حرفی ندارم. فقط میخوام خدمتتون عرض کنم که این یک تصمیمه و بعدم معلوم نیست که اصلا ریشه بسیاری از این باورها هم موجب دین نشده باشه یا ادیان موجبش نشده باشن، یعنی اصلا از اونجا ممکنه آمده باشه یا به هر حال اون باورها آمده زمینه رو برای پیدایش یه دینی، چون ما که نمیدونیم درستن یا نادرست، حقن یا ناحق. از نظر علمی عرض میکنم، باور خودمون رو نمیگم. بنابراین متوجه هستم که شما میگید بله. من کاری به اون گفتگوها ندارم. اینجوری اگه بفرمایید راحت دارم. حالا هر جور بله. که خودتون دلتون میخواد مطرح بفرمایید. بله. همونجور که فرمودین، خب ما که آشنایی به خیلی از ادیان نداریم، اون ادیانی که به هر حال در مدت زندگیمون دیدیم، شنیدیم، خوندیم راجبش، اون در کل راجب اونا نمیخوام صحبت کنم، برای اینکه لاقل اون ادیانی که من شنیدم راجبشون و خوندم راجبشون یا کتاباشون رو خوندم یا افراد معتقدشون رو باشون صحبت کردم، اونا اصولا برای من قابل قبول نیست. ولی به هر حال اصلا صحبتم هم اون نیست، اصلش راجب خود خداست. یک اصلی هستش که میگه خدا رو نمیشه ثابت کرد که هست و نمیشه ثابت کرد که نیست. این اصل رو من قبول دارم و میدونم که شما هم قبول دارید. حالا در بین پیروانی که قبول دارن این اصل رو، حالا نمیشه اسمشون رو پیروان گذاشت، کسانی که قبول دارن این اصل رو، یک عده‌ای هستن که ممکنه بگن بله خدا رو نمیشه ثابت کرد هست و نمیشه ثابت کرد نیست، ولی من بر حسب حالا احساسم، برداشتم، تجربه زندگیم فکر میکنم که هست. یا عده‌ای ممکنه بگن من بر حسب احساسم، برداشتم، تجربه زندگیم فکر میکنم که نیست، و هر دو هم قبول دارن که هیچ اثباتی هم نمیتونن بکنن. حالا در مورد من این هستش که من با احساسم، برداشتم، تجربه‌ام فکر میکنم که نیست، و یه منطقی هم واسه خودم دارم، هرچند که میدونم قابل ثابت کردن برای کسی نیست. از اون طرف میدونم که شما بر حسب حالا احساس، برداشت، تجربه، منطق، هر چیزی که هست، شما فکر میکنید که هست، همون جور که قبولم دارید که نمیتونید ثابت کنید ولی فکر میکنید که هست. من یکم کنجکاوم و برام جالبه اگر شما براتون امکان داشته باشه توضیح بدین که چه چیزی هست که باعث شده شما فکر کنین که خدایی هست. و البته تعریف خدا رام دارم به این مفهوم میگیرم که وجودی که به طور آگاه این دنیا رو به وجود آورده. یعنی ما فرض بگیریم که این دنیا به خودی خود به وجود نیومده، بلکه یک وجودی بوده که به طور آگاه این دنیا رو به وجود آورده.
اگر فرض تعریف نه خدا نه رو صبر کنید میگیریم آقا، شما شما آقا من میترسم شما یه ذره پیش برید کار رو مشکل کنید. لطفا به عرضم توجه کنید، آنچه که در قسمت اول یعنی تا یکی دو دقیقه قبل فرموده بودید از نظر من اون چیزی است که حداقل من گفتم و درست فرمودید و ضمناً ای بسا خیلی هم از جمله خود شما هم فرمودید این گونه فکر کنید، اما با دو تا حرفی که پشت زدید حرف خودتون رو رد و نفی کردید. یعنی شما یک آمدید فرمودید با وجودی که میدونم راهی برای اثبات خدا یا رد خدا وجود نداره، بعد حالا به من میگی تو بگو که میگی وجود داره از چه راهی رفت؟ شما از اول نه اینو نه شما فرمودید؟ ببینید، شما بالاخره، نه منظورم اثبات نیست، نمیخوام به شما بگم به من اثبات کنید، فقط کنجکاوم نه که اونم نمیشه، چه اونم نمیشه، احساسی، چه نه 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 تجربه، نه 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 چه عزیزم، نه احساسی، چه ده برداشتی به عجیبه، شما هیچی هیچی هیچی، همینقدر که هست. نه ببینید شما دقیقا رفتید، عرض کردم چون دو دومین اشکال من وجود داره، چون ببینید اشکال کار ما این است که میگیم میدونم مثلا نمیشه، برای حالا تو فرض رو بر این بگیر که شده یا توضیح بده که اگر شده چی میشه. نه این در بحث سنگین به اصطلاح فلسفی و عقلی و منطقی راهی نداره. شما وقتی نفی میکنید نفی تمامه، این روزی که میفرمایید راهی برای اثبات یا ردش وجود نداره، این که به کسی بگید خب تو قبول، ولی با وجودی که راهی برای اثباتش نیست تو میگی من به وجود خدا باور دارم، حالا از هر جای که میاد همونطور که به درستی اشاره کردی، خب حالا توضیح بده از کجا، جواب نداره، ای داشت که میشد همون دلیلش. دوم یه اشاره دیگه فرمودید، پشت شما دیدن چی گیری کردی، یعنی نه تنها آمدید خدا رو قبول کردید، آمدید خلقت جهان رو هم به اون نسبت دادید که یک، حالا اپلین لغت از ذره منطقی درست نیست، چون زمان از اون زمانی به وجود میاد که جهان خلق شده، یعنی زمانی نبوده که جهان نباشه، چون هر وقت جهان بوده زمان هم با اون آغاز شده. بعد میفرمایید حالا بیا تو بگو این ماجرای خالق یا خدا، که این خدایی که تو میگی که جهان رو خلق کرد، بحث اونم نیست، چون همینقدر که آمدید و اشاره کردید این جهان نبوده و خدا خلقش کرده، شما دارید راجب خدا حرف میزنید. نه من دارم اینو فرض میذارم، نه نه کسی نمیتونی. که احساس میکنه که خدا هست اون شخص، نه من، کسی که احساس میکنه خدا هست اون شخص و نه من، به هر حال باید نه قبول باید داشته بهتون باشه درست. که نه نه خدایی نه نه که هست به وجود آورنده این نه. دنیا خب، هست. خب شما دارید نتیجه میگیرید عزیزم، شما برزم توجه کنید، حرفی که میزنید رو من کاملا متوجه هستم. این که شما من میگید وقتی که تو باور دین است که هیچی نیست، حالا به من بگو چه هست، نه فرقی نمی کنه، شما اون هنوز نپذیرفتید. من دقیقا متوجه هم چی می فرمایید. شما وقتی که نفی می کنید، در حقیقت وقتی که گفته میشه از طلب مردود و از سبیل مسدود، طلبی نمیشه که راه هم بسته است، همونجا می ایستیم، چون هر چی بخواید بهش ادامه بدید مسئله است. حتی شما اگر با من چون به نظر میرسه آشنایید، وقتی شما بگید خدا هست، هستی رو به اون نسبت میدید که به جهان مادی مرتبطه، که ما میگیم این دیوان من میگم هست، خدا نیست، شما قبول دارید نه نه خدا هست؟ نه نه من متوجهم عزیزم، آخه من شما که به یه توافق رسیدیم که شمایی که میگید نیست و منی که میگم هست، هیچ کدام براش حرفی برای گفتن، هیچ حرفی برای گفتن و دلیل نداریم. شما از طریق احساس و باورم به جایی نمیرسید، فرقی نمیکنه. دلیل معناش این نیست که دلیل باید واقعی باشه، دلیل تو احساس یه واقعیته، احساس یه توهم که نیست. وقتی من از یکی خوشم میاد یه واقعیته، نوعش متفاوته. به همین جهت است که کاملا متوجه مطلبی که میفرمایید هستم، ولی عرض من این است که وقتی که اونجا میری تموم شد، درست مثل اون چیز عابدی را گفتن که چرا لا اله الا الله نگوی تا برهی، چون شما اگر در اسلام بگید لا اله الا الله محمد رسول الله، شما اقرار به وحدانیت خدا و پیامبری حضرت محمد کردید و شما مسلمانی. گفتن عارفی را گفتن که چرا لا اله الا الله نگوی تا برهی، گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. یعنی فقط میگفت الله 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 الله، و همونطور که باز خدمتتون عرض کردم، این گفتگو در مفهوم کمی دقیق ترش، نه کاملا دقیق ترش، این که بگید خدا هست مثل است، این که بگید خدا یکیه مثل است، چون یادتون باشه تمام اینا پدیده های مادی هست، عناصر وقتی یکی یا دوتا هستن که ماده باشن و حد داشته باشن، اگه چیزی حد نداشته باشه ما نمیدیم این یک کوه یا یه دریاست،
وقتی هر جا نگاه میکنیم دریاست یا کوه. بنابراین روزی که حرف شما میزنید پایان گفتگوست عزیز. خب درست حالا ببینید شما... آقای خالقی نه سب کنید، نه بذارید من یه جمله رو بگم، نه سب کنید جمله رو بگم، مثل اینکه من خدمتتون عرض کنم پدر و مادر من سال هاست مردن، شما میگه حالا امشب بیارشون مهمونی ما، یعنی اون رو نپذیرفتید. آقای خالقی اونجور هم دقیقا همینه. شما فکر کنید من با تون کوتاه میام، نمیام، برای که من این بحث ها رو ببینید عزیز، من این بحث ها رو میتونم بگم ای بسا بیش از 50-60 سال با هزاران آدم و بیش در کنفرانس ها که درس داشتم یا اصلا جامعه شناسی و روانشناسی دین درس میدادم و دوستان حالا چه ایران چه اینجا علاقه ای که به این موضوع هست، حداقل وقتی کسی سر بحث رو باز میکنه، حتی توی کلاس 50 تایی 5 تا دانشجو هستن که دست از سر شما بر نمیدارن و این گفتگوها برخی از اوقات نه در مثلا 2-3 ساعت کلاس، ای بس 15 ساعت ادامه پیدا میکرد تا آخر شب. علتش این است که مسئله خب هیچ کس نمیده ساده است. این بحثا رو یه خیلی میشه با لغت پیچوند، فقط لغت بحث لغت نه 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 کنید اصلا نه 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 کم لطفی نه کم لطفی کم لطفی نکنید کم لطفی نکنید این اذیت نشید اذیت نشید اذیت نشید این شما که این کارو میکنید، شما مرید میگید یه چیزی رو نمیدونم ولی حالا میخوام بدونم، یه چیزی نیست حالا شما بگو هست، یا چیزی که میگید شما هست بگید هیچی نمیدونم حالا راجع بهش حرف بزن. من ببینید متوجه هستم شما تموم شد خواهی متوجه تموم شد نه عرض من این است که عزیزم بذار یا هر طور همینقدر که لب باز کنید اشتباه کردید دیگه، حتی سوال اگر بکنید اشتباهه. عرض من دقیقا همینه، روزی که اون بحث میشه اون نتیجه گیری هست عزیز، متوجه هم چی میفرمایید؟ پس باید بگیم که خدا نمیشه اثبات کرد هست و نمیشه اثبات کرد نیست و نمیشه در این زمینه بحثی کرد. کاملا به همین جهت است که حتی میدونید، ببینید عزیز باز نگاه کنید، یه بحث منطقی یه بحث فلسفی منطقی است که عناصر بسیطه اثبات ندارن، یعنی یه پدیده تنها نیست. شما وقتی میتونید درباره چیزی حرف بزنید که اجزایش هست، اصلا تعریف یعنی چی؟ دفینیشن یعنی چی؟ یعنی من درباره صفات و ویژگی های او به گونه ای حرف میزنم که جامع و مانع. یعنی شما وقتی میگید گل در مقابلش میفرمایید درخت یا میگید کبوتر، شما درباره صفات و ویژگی های اونا حرف میزنید که اولا جامع هن، فقط اونو در بر میگیرن و مانع نمیذارن چیز دیگه، یا همه چیز راجبش گفتید نمیذارن که چیز دیگری وارد بشه و مثلا کبوتر با گل اشتباه بشه فقط به خاطر مثلا رنگشون. به همین جهت است که همینقدر که شما اومدید بحث تعریف کردید، حالا درباره عناصر بسیطه میگن فقط ما ممکنه بتونیم یه شرحی بدیم، این همون شرحی است که شما گفتید و من میگم، ولی هرگز وارد حریم استدلال نمیشه، یعنی اونجا اشکار کاره. به همین جهت است که مفاهیم اصلا شما نگاه کنید به بحثی که از زمان ارسطو شروع شد. ارسطو آمد گفت که آنچه که در جهان وجود داره 10 تا مقوله است، یک ذات یعنی یا جوهره، یعنی آنچه که هست که اگر نباشه شی نباشه، یکی عرضه که 9 تا رو بیان میکنه و بنابراین عناصر یک ذاتی دارن، یعنی آنچه که اگر آن نباشه نباید باشه ولی چیزای دیگه میتونه باشه یا نباشه، این میتونه سرد باشه یا گرم باشه، سبز باشه یا قرمز باشه. حالا شما اگر دقت کنید در بحثی که از جانب اتفاقاً ادیان آمده گفتن خداوند ذاته، ولی پشتش هم لغتی از غیبه، یعنی اولا اصلا عرض نیست و اونچه که ما در جهان میشناسیم فقط عوارضه، یعنی ما اصلا نمیدونیم کنه عناصر چی است، ما صفات و ویژگیاشون میشناسیم. بنابراین شما یه درسی دارید به اسم فیزیک و شیمی، بعد میگید خواص فیزیکی خواص شیمیایی، یعنی میخوام بگم بحث انسان، الان من وارد اون بحث نمیخوام بشم چون گفتگویی که ما با هم داشتیم، من رادیو داشتم اصلا نگفتم چرا ما به اینجا رسیدیم، چون یکی از اونها این است که شما فقط درباره آنچه که به اصطلاح ارسطو عوارض هست میتونید حرف بزنید، یعنی صفات و ویژگی ها، شما درباره ذات نمیتونید صحبت کنید. بعد پشتش ادیان یه چیز دیگه رو چسبوندن که دست ما رو کاملا بستن و مردمم اون رو پذیرفتن با توجه به اون تعاریف. غیب هم هست، اصلا چیزی نیست که نه تنها شهود نیست، دلیلی برای وجودش نیست. بنابراین حالا روزی که به اینجا برسیم پشتش شما میبینید ادیان یه چیز دیگه هم پشت اشاره میکنن، ادراکه، یعنی هیچ درکی ممکن نیست، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، آنچه که در قرآن اصلا درکی براش نیست.
خب الجتن وقتی در حقیقت چیزی که ادیان میخوان اینه که بدون هیچ گونه بحث و صحبتی دقیقاً. شما قبول کنید این دقیقاً. چیزی که من میگم اگر میخوای میگم حالا هر پیغمبر و اگرم نکنید خب میرید حالا به قول نه 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 نه, نه. شما حالا وارد نه صبر کنید اونو برید با خود پیروان ادیان دعوا کنید به من نگید نه نه اونو دعوا نه ولی منظورم بله در کل اینه دیگه نه 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 نه, نه, نه ببینید نه, نه شما مذهبو نمیخواید نه نه سرکار خانم نمیخواستم صحبتشو بکنم خیلی خب پس بنابراین با هم بحثش هم نکنید چون اون یه بحث دیگه است من و شما با هم به اینجا رسیدیم که من و شما باور فرض رو بریم به وجود خدا ندارید من دارم هر دومون به اینجا رسیدیم که نه قابل اثبات نه قابل رده همونطور که بارها عرض کردم از آغاز تاریخ تا همکنون هیچ کس راجع به خدا هیچی نگفته حتی عرض کردم این که میگید خدا هست حرف درستی نیست برای که هستی مفهوم مادیه این که خدا یکیه معنا نداره نه اینکه چند است علتش این است که یک فقط مال پدیده‌های مادیه بعدم تازه تفاوت درجاتی که در خصوص موجودات هست مانع ادراکه یعنی یک سنگ یک گیاه رو درک نمی‌کنه یک گیاه یک حیوان رو یک حیوان یک انسان رو وقتی که اونا رو کاملا تفکیک کنیم یعنی بحث‌های سنگینی از این نظره تازه ملاکی که من و شما می‌خوایم جهان رو بشناسیم بر مبنای حسه و حس ما هم محدوده هم ناقصه هم ما رو به اشتباه می‌ندازه چشم من محدوده یه طول موجی رو می‌بینه ناقصه تازه منو به خطا می‌اندازه و بنابراین ما وارد یه حریمی می‌شیم که وقتی اون بحث رو درست بکنیم آخر کار اگر این بحث رو درست بکنید من با بعض قضاوات سر کلاس 9 ساعت روش میموندم اون زمانی که کنفرانس خیشتن خیش بود یعنی سه جلسه اول راجع به خدا بود آخرش حرف من این بود که به جایی میرسیم که میدونیم چرا نمیتونیم بدونیم میفهمیم که چرا نمیتونیم بفهمیم این فقط بحث آخر و نهایی حالا اگر هنوز دلتون میخواد راجع بهش حرف بزنیم باید بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم اگر فکر میکنید که به هر حال به جایی رسیدید من فکر میکنم جوابم رو گرفتم فقط یه چیز خیلی کوچیک که بعد خداحافظی بکنم پس یعنی دقیقا من به اون چیزی که میدونستم این اضافه شد که ما خدا قابل اثبات نیست قابل اینم نیستش که وجود نداشتنش هم قابل اثبات نیست چیزی که اضافه شد اینه که در موردش بحثی هم نمیشه کرد اصلا حالا هر حرفی هم بزنید ماده میشه میاد تو اینجا بعدم تازه بر اساس گرامر زبان پس این اصل سوم هم که ما بهش اضافه کردیم این اصل علاقه رو نهایه هست یعنی شما فکر نمی کنید مثلا بر حسب دانش های ما اصلا از لازه اصلا این حوزه این اصلا حوزه یا هر چیزی 500 سال دیگه میشه راجع به موضوع حرف زد ابدا حوزه و حریمی نیست که اصلا تازه باز بشه اینا نه برای که اصلا هیچ دلیلی براش وجود نداره ببینید تعریفی که شما از علم دارید علم درک واقعیت اشیاست از طریق تجربه بر مبنای زمینه فلسفی این درک این تعریف علم دیگه نه مثلا موضوع شیء نیست بنابراین یه بحث فلسفی همونطور که شما اگر نگاه کنید در طول تاریخ فلاسفه بزرگ راجبش حرف زدن دیگه شما میدید بزرگترین موضوع فلاسفه خدا بوده بجز که حتی لانگه در مقدمه کتاب تاریخ ماتریالیست اشاره میکنه که از 100 تا فیلسوف جهان غیر از دموکریت 99 تاشون در حقیقت فیلسوفان الهی بودن یعنی این همون گفتگویی که ما با هم داشتیم به وجود اینکه چیزی هست اما چه هست و هیچی راجبش نمیدونن اشاره کردن و این کارا رو خیلی ها کردن دکارت این رو با یه توصیفی کرده که بقیه نکردن بعدم نتیجه گیری های بعدی آمده به همین جاست که حتی یه کسی به قدرت و توانایی برتراند راسل حرفش این است که من هیچ دلیلی برای وجودش ندارم برای حرف درستی میزنه ولی نمیتونم بگم هست یا نیست و این یه آدمی است که وقتی شما به تاریخ سجل کتاب تاریخ فلسفهش نگاه میکنید بیش از هر کسی دیگه فلاسفه رو فهمیده و درک کرده و به دلیل مایه ریاضی و فیزیکی که داشته یه نیروی فوق العاده است برای تجزیه و تحلیل این مسائل یا حتی برداشت از نظریات فلاسفه برای این موضوع در حد و سطح عالی خودش به اینجا میرسه که همون راهی نیست و هیچ کس به جایی باش نمیرسه چون همینقدر که اولین جمله در میاد جمله یا حتی اولین لغت در میاد لغت مادیه در چارچوب گرامر یه زبان مادیه و غیر از اون نیست به همین جاست که حتی من و شما برای توصیف برخی از حالاتمون میگیم مثلا دل شکسته شدم یا دل خون شدم یا دل هوره دارم یعنی ما حتی برای مسائل احساسی خودمونم مجبوریم بریم سراغ یک گفتگوی مادی
به همین دلیله که مسئله پیچیده تر از اونه و عرض کردم آخرش من تمام کوششم از ابتدا هم به دوستان و دانشجویان میگفتم که ما یه بحثی میکنیم برای که به اینجا برسیم که به نظر میرسه به جای نیست. آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع صحابه شمع اصحاب شدند، زین ره شب تاریک نبردند به روز یا برون، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. بنابراین بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و خیلی در خیلی خواب بشید. ممنون از ولی وقتتون، خوشحالم، مرسی. تمنا میکنم، لطف کردید، ممنونم از توجه.